امروز به بررسی آخرین ویتامین یعنی ویتامین کا پردازم این ویتامین معمولا در گروه ویتامین های مهم و مطرح قرار نداره و شاید شنیده باشید که تنها خاصیتی که به این ویتامین نسبت میدن تاثیر اون در انقاد خون و بس که حالا این برنامه به بررسی اهمیت این ویتامین و نقش حیاتی اون در سلامت قلب و روح اختصاص داره ویتامین کا یک ویتامین محلول در چربیه که در برابر رطوبت و حرارت تا حدی مقاوم و در برابر نور تا حدی حساسه دو نوع اصلی ویتامین کا در طبیعت موجوده به نام های کا یک و کا دو که شاید از قبل شنیده باشید که یکی از وظایف اصلی ویتامین کا کمک در انقاد خونه که در اصل این مربوط به ویتامین کا یک میشه که در انقاد خون نقش موثری رو بازی میکنه. ویتامین کایک 1 گیاهی داره که بعد از مصرف مواد غذایی حاوی این ویتامین مثل بقیه ویتامین های محلول در چربی بعد از حل شدن در ترشحات صفرایی جذب در روده کوچک صورت گرفته و از طریق مجاری لنفاوی به کبد رفته و در اونجا به عملکرد اصلی خود که انقاد خونه نقش ایفا میکنه. ویتامین کایک در خیلی از سبزیجات یافت میشه به همین دلیل کمبود به این ویتامین در افراد سالم که از رژیم های غذایی متعارف استفاده میکنن نادره و بیشتر در افرادی که از التهاب رودوی رنج میبرند یا کسانی که کیسه صفراشون رو عمل کردن دیده میشه از طرف دیگه ویتامین کادو در مواد غذایی با منشأ حیوانی و مواد غذایی تخمیری شده مثل ترشیجات یافت میشه که به علت معدود بودن تعداد این مواد غذایی کم بود به ویتامین کادو همه گیره که حالا در این برنامه بیشتر به بررسی ویتامین کادو میپردازم در اینجا به بررسی اهمیت ویتامین کادو میپردازم که باز به دو صورت اصلی امکا چهار و امکا هفت یافت میشن اگر تو باشه در برنامه مربوط به ویتامین دی گفته شد که یکی از خواص بیشمار ویتامین دی کمک به جذب کلسیوم از دستگاه حازمه و انتقال اون به شریان ها بود. با اینکه این قدم بزرگی در متابولیزم کلسیوم و انتقال اون به بدن به حساب میاد ولی متاسفانه ویتامین دی نقش ناتمامی رو در انتقال کلسیوم به مقصد نهایی در بدن که همون استخون هاست بازی میکنه. یعنی عملکرد ویتامین دی بعد از ورود کلسیوم مواد غذایی به شریان ها تمام میشه و یک ویتامین دیگه است که وظیفش انتقال کلسیوم وارد شده به شریان به سمت استخون هاست فکر می کنید اون چه ویتامینیه که همچین نقش مهمی رو ایفا می کنه. اگه حدس شما ویتامین کادو بود درست حدس زدید. در کمبود ویتامین کادو متاسفانه اکثر کلسیوم وارد شده در شریان در اونجا باقی می و بعد از مدتی روی دیواره های رسوب ها می کنه. که به کلورسیس یا همون تسلب شراین خودمون معروفه که با نگاهی به عکسی که اینجا میبینید رسوب کلسیوم روی رگها به وضوح پیداست که حالا در این مورد در اسلاید بعدی بیشتر صحبت میکنم رسوب کلسیوم و مواد چسبنده دیگه چون کلسترول خطر گرفتگی رگها و سکته رو افزایش میده و برای اون دسته از عزیزانی که نگران تسلوب شراین هستند برای چک کردن میزان گرفتگی او ناشی از رسوبات کلسیومی و کلسترولی تستی هست به نام کورناری آرتری کلسیوم یا کک اسکور که ترجمهش میشه اسکن میزان رسوب، رسوبات کلسیومی روی دیواره های ارو که از سی تی اسکن برای این تست استفاده میشه نتیجه این تست یک عدد بین صفر تا بیش از 400 که بهترین حالت عدد صفره که نشون دهنده باز بودن کامل شراین یا گرفتگی خیلی خیلی جزئی و هرچی عدد بالاتر باشه میزان گرفتگی رگ ها بیشتر خواهد بود که باعث افزایش ریسک پارگی رگ و سکته قلبی یا مغزی میشه این تست عموما برای افراد بالای 40 سال با سابقه امراض قلبی در خانواده مخصوصا افرادی که برای درمان پوکی استخوان از قرص‌های کلسیوم بدون ویتامین کادو استفاده می‌کنند توصیه میشه خب برمیگردیم به بررسی دو نوع اصلی ویتامین کادو یعنی امکا 4 و امکا 7 منابع غذایی امکا 4 شامل گوشت دامهایی که در فضای آزاد و از علف تغذیه شدند و لبنیات و تخم مرغ آزاد و ارگانیک یک مقداری از ویتامین کایک که سبزیجات مصرف شده هم در روده بزرگ توسط باکتری های روده تبدیل به امک4 میشه که البته مقدارش ناچیزه منابع غذایی اصلی امکا از ترشیجات تخمیری شده مثل دانه, دانه های سویای تخمیری به اسم ناتو که سرشار از امکا هفته همچنین شوری و ترشیجات حالا سوالی که پیش میاد اینه که مصرف امکا 4 بهتره یا امکا 7 که برای دادن جواب به این سوال به نمودار نرخ جذب این دو در بدن نگاه میکنیم که متوجه میشیم نیمه عمر و پایداری امکا 7 بعد از مصرف بسیار بالاتر از امکا 4 یعنی تونالی تر در بدن میمونه پس امکا هفت به امکا 4 ارجحیت داره خب برای بالا بردن میزان امکا 7 در بدن در وحله اول مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین توصیه میشه اگر دسترسی مستمر به مواد غذایی امکان نداشت با فرض مصرف کافی مواد غذایی یا های مکملی حاوی کلسیوم و ویتامین دی سه مصرف دو عدد قرص مکملی امکا 7 100 میکروگرمی در هفته برای حفظ سلامت استخوان و کاهش تسلوب شرایط توصیه میشه اما برای کسانی که به پوکی و سخند و چارند، برای درمان مصرف روزانه یک عدد قرص کلسیوم همراه با ویتامین دی, دی ویتامین کادو از نوع امکا هفت و منیزیم توصیه میشه البته قبل از هر تصمیم گیری در مورد این توصیه ها لطفاً با دکتر خودتون مشورت کنید خب در قسمت آخر برنامه امروز میرسیم به معرفی مواد غذایی حاوی ویتامین های کایک و کادو که در مورد کایک همونطور که گفته شد منشأ گیاهی و نباتی دارند و در جدول بالایی نشون داده شدند که در رأس این لیست اسفناج پخته قرار داره که نصف کاپ یا 125 سیسی از اون حاوی 445 میکروگرم ویتامین کایک معادل 371 درصد میزان مورد نیاز روزانه یه فرد بالغ برابر شده. ماده غذایی بعدی کلم قنچه یا براسل سپراوت که نصف کاپ از اون حاوی 110 میکروگرم ویتامین K1 معادل 92 درصد میزان مورد نیاز روزانه است. ماده غذایی بعدی بروکلی پخته شده است که نصف کاپ از اون حاوی 81 میکروگرم ویتامین K1 معادل 68 درصد میزان مورد نیاز روزان است. چهار ماده آخر شامل مارچوبه پخته چهار عدد هویج خام و گوجه فرنگی یک کاپ از هر کدام و یک قاشق غذاخوری روغن زیتون به ترتیب حاوی 48 17 9.2 و, و 8.1 میکروگرم ویتامین کا یک هستند که معادل 40 درصد 14 درصد 7 و 7 درصد و 6 و 8 درصد میزان مورد نیاز ویتامین کایک 1 روزانه ی فرد بالغ رو برابرد بکنه در آخر نوبت به معرفی مواد غذایی حاوی ویتامین K2 که بسیار مهم هستن میرسه که منشأ حیوانی و تخمیری دارند و در و در جدول پایین نشون داده شدن که در رأس لیست ناتو یا دونه سویای تخمیری شده قرار داره که 100 گرم از اون حاوی 1100 میکروگرم ویتامین ک2 که 90 درصد از اون از نوع امکا 7 و 10 درصد از اون از نوع امکا 4ه این یکی از مواد غذایی مورد علاقه ژاپنی و شاید یکی از دلایل بالا بودن عمر متوسط در بین ژاپنی ها هم مصرف موادی چون ناتوس به طوری که در ژاپن هم اکنون بیش از 500 هزار نفر با عمر با عمرهای بالای 100 سال زندگی می کنند که قابل تحسینه خب از ناتو که بگذریم مواد غذایی بعدی انواع ترشیجات که به روش تخمیری تهیه شدند که به طور متوسط هر 100 گرم از اونها 130 میکروگرم ویتامین کادو دارند. معادل 108 درصد میزان مورد نیاز روزانه. سه, سه ماده غذایی بعدی شامل زرده تخم مرغ، کره و مرغ ارگانیک هستند که حاوی 32, 15 و 9 میکروگرم ویتامین کادو معادل 27 درصد، 13 درصد و 8 درصد میزان مورد نیاز روزانه است. دسته مواد بعدی انواع پنیر از نوع نرم و سفت هستند که بین 4 تا 8 تا 10 میکروگرم ویتامین کادو دارند. معادل 3 تا 8 درصد میزان مورد نیاز روزان است. آخرین ماده غذایی گوشت گاو تغذیه شده با علفه که هر صد گرم از اون حاوی یک و یک دهم میکروگرم ویتامین کادو که معادل کمتر از یک درصد میزان مورد نیاز ویتامین کادوی روزانه یه فرد بالغ برابر میکنه خب به انتهای برنامه امروز رسیدیم در برنامه بعدی در اولین برنامه مربوط به مواد مدنی به بررسی کلسیون خواهم پرداخت پس تا برنامه بعدی.